32,000 یمنی از 3 سال قبل تا کنون به خاطر محروم شدن از درمان در خارج از این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش شیوز، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در این باره نوشت، در بیانیه مشترک شورای آوارگان نروژ و سازمان مراقبت جهانی که اخیراً منتشر شده آمده است، به سبب محدودیت‌هایی که ائتلاف سعودی به رهبری عربستان از 3 سال قبل بر یمن اعمال کرده، هزاران غیر نظامی یمنی از دسترسی به درمان فوری در خارج از کشور محروم شدند. این بیانیه ادامه داد، 3 سال از بسته شدن فرودگاه صنعا به روی پروازهای تجاری می گذرد. تعطیلی فرودگاه از 9 اوت 2016 آغاز شد و گزارش ها می گوید که نزدیک به 32,000 نفر جان خود را از دست دادند، زیرا نتوانستن برای درمان به خارج از یمن سفر کنند. به گفته کارشناسان، تعطیلی فرودگاه صنعا به این معنی است که تنها گزینه مردم ساکن پایتخت و شمال کشور برای درمان خارج از یمن این است که از راه زمینی به عدن یا سیئون در جنوب سفر کنند تا به نزدیکترین فرودگاه دسترسی یابند. این سفر 15 تا 24 ساعت زمان می‌برد و باید از راه‌های صعب العبور، مراکز ایستبازرسی و خط مقدم درگیرها عبور کنند. علاوه بر دشواری‌های این سفر، هزینه آن نیز هنگفت است.